صحبت هست. بریم سراغ دانیال. خود سراسی وقت هم کردی بگو بین افرادی که میان بالا که سوال های لافشن لاشت هم هست بپرش. باش باش. سلام صدا دانیال... میاد؟ بله صدات میاد. صدا هم بازم؟ بله. خب خسته نباشه. میگم من این برنامه های شما رو که خیلی نگاه میکنم، بعد این توی یوتیوب سرچ کردم کسی آیا از شما انتقادم میکنه، سرچ نگاه کردم هیچ انتقادی از شما نمیشه، یعنی من حیف شد که جنیست فرد یه انتقاد بذارم، همون انتقاد قدیمی من بود از این کاورهای ویدیوهاتون. اتفاقا رو انتقادی که من کرده بودم یک علامت دیسلایک گذاشته بود، در صورتی که من همه برنامه هاتون رو لایک میکنم. راست میگم بهتون بگم درسته من انتقاد من، ولی واقعا برنامه خوبی داریم لایک. و یه نکته من قبل از اینکه ادامه بدی اتفاقا من یه چیزی بگم، اگه کسی برنامه بذاره، برنامه خوب بذاره، از ما انتقاد بکنه، یه کوتاه باشه، زیر 20 دقیقه باشه، من میام انتقادشون رو ریویو میکنم. یعنی شما یه کانال یوتیوب دارین و بیاین مثلا بیاین از من، از حرفای من انتقاد بکنین، ما خیلی از این استقبال میکنیم که بیاین ما رو نقد بکنین. ما اتفاقا سعی میکنیم کانال، اگه از من کسی بیاد نقد بکنه با یه کیفیتی هم باشه که ما بتونیم گوش کنیم، یه حرف چیزی باشه، یعنی صداش آدیوش خوب باشه، کیفیتش قابل مثلا شنیدن باشه، زیر 20 دقیقه باشه، ما اصلا میگم کانال شما رو تبلیغ میکنیم که از ما نقد کردیم، یه انگیزه بدم به کسی اگه خواست از ما نقد بکنه. بگو دانیال جان. خب دو تا نکته سریع بگم و بعد رفع زحمت من بقیه دوستان میاد. یکی این که خیلی کار خوبی میکنی که آقای امید دانا و دیگه ایسا تی وی و دیگه آقای رایفی پور اینا رو نقد میکنی، به کار دنامه بده. بعد بی زحمت اگه مشکلی نیست این کانال مسلمان تی وی هم نقد کن. مسلمان تی وی میخوای چیزی بگی بعد من... کدوم ویدیوشو نقد کنم؟ همونایی که مربوط به آتیست هست، ویدیو های یکی دو دقیقه سه دقیقه اما مربوط به خدا و آتیستا و اثبات اینا. خیلی ممنون. یه چیزی هم که استفاده میکنم این که یعنی تصمیم بگیرم چی رو نقد بکنم، یه مقدار باید تعداد بیننده ها رو هم در نظر بگیریم. میدونیم برای اینکه کانالمون رشد بکنه میریم چیزی رو نقد میکنیم که میبینیم خیلی طرفدار داره، برای اینکه اگه طرفدار داره خب پس حتما نقدش هم طرفدار داره. میدونیم از چی، یعنی اینا باید در نظر بگیریم. خب نکته دیگه ای که میخواستم بگم اینه که شما با اعدام مخالفی دیگه، درسته؟ بله. بعد خب من میخواستم بگم که آره طبق آمار عفو بین الملل و مسائل دیگه هست که میاره کشوری که اعدام گذاشتن کنار، آمار جرم و جنایتشون سب اومده پایین، وضعیتشون بهتر شده، ولی خب برای من سوال پیش اومده بود که مثلا همین تد باندی نمیدونم میشناسی یا نه، یا اشخاصی مثل اون که همه جنایت کرده، همه آدم دیگه رو کشتن، همه قتل و تجاوز خواهم، با اینا چیکار میشه؟ یه نمیدونم زندان ابد، زندان ابد، چون وظیفه توی کشور سالم وظیفه قوه قضاییه انتقام نباید باشه. قوه قضاییه و بقیه حکومت ما استخدامشون کردیم، گذاشتیمشون سر کار توی کشور درست برای اینکه محافظت بکنن از بقیه جامعه. می‌نوزم چه؟ نه اینکه مثلا ما میل به زرج کشیدن کسی داشته باشیم که مثلا کار بدی کرده و این حکومت بیاد به خاطر که میل ما رو ارضا بکنه بره مثلا یک کسی رو بکشه. خب وظیفه حکومت این نیست، وظیفه حکومت ایجاد امنیته. اگه ما اگه بر اساس تمام اطلاعاتی که داریم اعدام امنیت رو اضافه نمی‌کنه. خب برای همین حکومت یعنی اصلا هیچ دلیلی نداره که ما کسی رو بکشیم، بغیر از برای مثلا دفاع، یعنی مثلا اگه جنگی باشه بخوای برای دفاع اون چیزا رو بحث شده است، ولی اعدام هیچ کار نه کار هیچ کاربردی نداره واسه کلا وحشیگریه. خب باید یعنی شما اگه همچین کسی رو که برای جامعه مضر هست اگه حکومتی حبس ابدش بکنه، جامعه رو از این خطر نجات داده، کار دیگه لازم نیست بکنیم، لازم نیست شخص رو بکشیم. میدونیم اونم اول چند باری دستگیرش کردن، یک چند چون کل کارهایی که کرده بود یه 30 تا خانوم رو به حساب کشته بود، بهشون تجاوز کرده بود، خلاصه یک وضعی بوده که یه چند بار اتفاقا دستگیر کردن، یه چند باری
نگه داشتن، باز فرار میکرد و چند نفر دیگه رو کش، اصلا انقدر درد سر درست نظر کرد، انقدر جنایت خب کرد که نظر این آخرش فر هم دیگه باز زن خنده. نباید بذار خب فر اه. خب اگه فرار کرد تقصیر دول تقصیر شماست که تونست فرار کنه. من حال داستان شرقی نمیدونم، ولی ما بر اساس این ما کلی این کلی مطالعه شده اعدام تأثیری نداره، احسار میشه اعدام همین، برای جلوگیری. میشه همین خودت هم گفتی مطالعات و تازه آماری که گفتی و اگه میتونی بیاری یک منطقی رو علمی یکم بررسیش کنیم، چون من از سر احساس که اینو درست نمیگم. درسته درسته. ولی خب مثلا من میگم چه میل آیا داری میگی مثلا اگه کسی که مثلا طرفدار طرف اعدام هست نه فقط به این شرط من حاضرم جدی بگیرم که استدلالشون این باشه که اعدام باعث میشه که جرم کمتر بشه و جون آدم ها رو نجات میده، خب نه اینکه حقشونه، خب اینا مثلا یه کار بدی کردن مثلا باید میدونی مثلا حقشون باشه یا نباشه ربطی نداره، کار حکومت انتقام نباید باشه، این یک میلی نیست که باید ما لازم داریم ارزاش رو کنیم. خب باید اگه کسی بخواد از اعدام طرفداری بکنه فقط باید بر اساس این استدلال باشه که بعض مثلا داشتن اعدام باعث میشه که جرم کمتر بشه و جون آدم ها رو نجات میده، ولی چون ما تمام مدارک برخلاف این رو نشون میده اعدام نباید بشه به همین راحتی. حالا اگه وقت شد اگه دیدیم که نمیدونم بالاخره من اینجا هر هفته یه بار یه ویدیو رو دارم ریویو میکنم، یه چیزی رو تصمیم میگیرم که با شما با هم چک بکنیم دیگه، انقدر تعداد گزینه ها زیاد هست من باید بیام ببینم چی طرف اینو یادم چه، یعنی من اگه مثلا خب حالا ببینیم آیا طرف بگین تو کامنت سیکشن بگین آیا میخواین این کارو بکنیم یا نه. آخه ببینید این یه چیزی هم هست که خیلی راحته پیدا کردنش، انقدر این مطالعه شده من نمیدونم من همه چی رو بیام اینجا تحقیق بکنم، ممکنه حالا بعضی موقع یه چیزی رو با هم تحقیق بکنیم که مثلا آموزش این باشه، آموزش نحوه تحقیق باشه، حالا شاید این باشه. آره آره این فکر خوبیه، دانیال آموزش آره نحوه تحقیق باشه، این فکر خوبیه، چون نشون بده که چرا به این سایت میشه اعتماد کرد، چرا میشه از این به عنوان یک منبع استفاده کرد و چرا این حرفی که میزنه درسته، و اینها رو یک روش تحقیقی رو یاد بدیم میگم این بهتر باشه، یه ماهیگیری رو یاد میدی خیلی بهتر. باش باش قول نمیدم ولی سعی میکنم در یعنی ببینیم چی میشه. خب مرسی ممنون دانیال که وقت جان، گذاشتی، فعلا خداحافظ. فعلا خداحافظ. قاسم امین یکی از بچه ها یک ویدئوی رو معرفی کرد، نیلوفر گفته، منم دیدم ویدئوشو. یه ویدئویی هستش در مورد اون صحبتی که تو با کاوش داشتی شنبه هفته قبل، این شنبه نه، که در مورد اون که اصلا مسلمان تعریفش چیه تو اسلام آمدی یا نه. ویدئوشو منم دیدم، حدود 6 دقیقه است، ولی مال کانال خود کاوش نبود، یه کانال دیگه بود با اسم شبیه اسم نسل دیگر اندیشان، حالا من لینکشو پیدا کنم برای میفرستم اونجا. خیلی نقطه بعدی داشتیم در مورد اون صحبتی که اونجا با هم دیگه کردین، اومده نقد کرده بود که میگفت خیلی عصبانی هستی و خیلی حمله میکنی، ولی خب من خودم رو دیدم میدوش خیلی خوشم نیومد، از موسیقی استفاده کرده بود برای اینکه احساسات کنه، احساساتی کنه طرف مقابل رو. نه مگه اشکال کردی؟ اشکال نداره موسیقی، اشکال نداره ما هم حالا استفاده میکنیم. نه موسیقی اگه برای چیز بشه اشکال داره، اگه بخواد طرف احساساتی کنه اشکال داره، منطقه رو ایراد چی خراب میکنه، نمیذاره نه طرف خراب مرتبه نمیکنه، تصمیم بگیره. بالاخره بعض موقع موسیقی کمک میکنه که آدم حوصله‌اش سر نره. نه من برای مشکلی با حوصله سر بردن نه، برای اینکه طرف رو احساساتی کنن که نتونه بگیره، اون اشکال داره دیگه. مثل همون ویدئویی که امید دانا پریز گذاشتی، از ویدئو و از تصاویر از صداهای ترسناک استفاده میکرده که آها من ببین خب از اینکه ببین خب ببین اگه مثلا یه چیز خطرناک بود خب و شما داشتین از یه موزیکی مثلا استفاده میکردین که مثلا رپ داشت، مثلا اینکه مثلا این خطرناکه، اون وقت من مشکلی نداشت، من مشکلی ندارم. مثلا شما فرض کنین که مثلا امید دانا نه چی بود رایفی پور، ویدیو رایفی پور بود خب که مثلا داشت درباره خود ارضایی صحبت میکرد، آهنگ پشتش مثلا یه چیز ترسناک بود، ما داشتیم میخندیدیم به این مثلا انگار مثلا خود ارضایی مثلا چقدر ترسناکه، مثلا این آهنگش چقدر
مثلا باید آهنگو ترسناک بکنه که یه چیزی که ترسناک نیست و مثلا بکنه انگار مثلا خطرناکه. خب ولی اگه مثلا برای همین ما گفتیم آهنگه نمیخوره با چیزی که داری درباره صحبت میکنی، ولی اگه مثلا ویدیوه درباره چه میدونم کودک آزاری بود، یه چیزی که ما میدونیم واقعا خیلی بدمون میاد، خیلی مثلا ترسناکه، خطرناکه، اگه همچین آهنگی رو پشت اون بود اون وقت من نمیام استفاده کنم، مشکل نیست، این خیلی چیز خطرناکیه، یه احساسی هم به ما دست بده که مثلا استفاده کن از این چیزا. من مشکلی با استفاده از آهنگ و تصویر و اینا نمیبینم. منم همین میگم که استفادهش هدفمند بود دیگه، همینجوری که خب منم با موسیقی مشکل، من که ضد موسیقی نیستم که، من که گفتم موسیقی کلا مشکل داره، با استفاده ابزاری از موسیقی که بخوای طرف رو به غلط بندازی اشکال داره، هر چیز موسیقی نباشه هر چیز دیگه باشه. اسمش اینه. خب باشه، ما شاید اصلا یه برنامه چند دقیقه قاسم با این ویدیو؟ 6 دقیقه. شاید کلا یه برنامه اصلا بدین، اختصاص بدین به این جمهوری بی خدایان، اطلاعات نادرست و عصبانی میزبان. عصبانیت میزبان. عصبان. خب میگه عصبان نیلوفر. حالا منظور نیلوفر نمیشه مثلا. آها. خب عصبانیت میزبان. باش. خب اگه من همین الان از اگه از لحن من ایشون خوششون نیامد من اینجوری صحبت میکنم، اگه مشکل من اگه به نظرم نرسید در طول برنامه خیلی از ایشون تشکر کردم، کلی بهشون احترام قائل شدم، کلی از اطلاعاتی که به ما دادن تشکر کردم. من نمیدونم باید دیگه چیکار میکردم، من نمیدونم مال خودش بوده یا نه، اینی که ویدئوی که اون کانال که ویدئو گذاشته اونی که من دیدم یه کانالی بوده که اصلا اون کانال خود کاوش نبوده، انگار یه کانال دیگه با اسم نمیدونم هلندی بوده چی بوده. آها، کانال خودش نبوده. من فکر نکنم مال خودش باشه، چون کاوش من برنامه‌اشو چند وقت نگاه میکنم نمیخوره همچین چیزی بسازه، نمیدونم شاید هم باشه. ببین این حرفی که اینا میزنن خیلی جالبه، میگن که مسلمان واقعی کسیه که مثلا داعشی باشه. خب این مغلطه، این انقدر مغلطه. آره الان منم ببینیم برش میگم، به من میگه که من اطلاعات دارم نادرست میدم، این اطلاعاتی که شما دارین میدین انقدر نادرسته که اسم داره. خب یعنی انقدر معروفه. خب این مغلطه که شما دارین استفاده میکنین. خب اسکاتلندی واقعی، شما میگین کسی که اسلامو رعایت نکنه، کسی که مثلا مشروب بخوره، قبل از مثلا ازدواج سکس داشته باشه، تمام قوانین اسلامو رعایت نکنه، میگین اینا مسلمان واقعی نیستن. این حرفی که شما دارین میزنین مغلطه است، مغلطه معروفی هم هست، بهش میگن اسکاتلندی واقعی، که میگین اینا مسلمان واقعی نیستن، میگین مثلا فلانی ایرانی واقعی نیست، مسلمان واقعی نیست، مسیحی هم واقعی نیست، آتئیست واقعی نیست. آقا اینا بیا مغلطتون بریم خودتون مطالعه کنین یاد بگیریم. من دیگه بیشتر از این، من انقدر درباره این مغلطه صحبت کردیم دیگه بیشتر از این نمیخوام وقت بذارم دربارش.